بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، لا سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وصحل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا رب تو چنان کن که راه حق پویم، در راه حقیقت روم و حق جویم. از لغزش و از خطا نگهدار مرا، نگذار که یک کلام ناحق گویم. با حمد و سپاس و ثنای بی حد بر خالق عزوجل، تنها معبود راستین، الله یکتا، و با درود بی پایان بر همه پیامبران راستین از آدم تا خاتم، بخصوص به سرورشان و موفق ترینشان، تنها پیغمبری که جهانی است برای همه بشر فرستاده شده و کتابش تنها کتابی است که به زبان آسمانیش باقی است و تنها کتابی است که دست نخورده باقی است. درود خداوند بر او باد که با تحمل رنج فرامان گنج آسمانی را به ما رسون، و درود خداوند بر اهل بیت و عترت طاهرهش و همسران پاک دامن و یاران با وفایش باد که به شریعتش چنگ زدند، عمل کردند، به عقیدهش ایمان آوردند و با فدا کردن جان و مال خود مرضیان قرآن قرار گرفتند، تا حدی که خداوند به همه مسلمانان دستور داد از اهل بیت و غیر اهل بیت که به نکویی بعد از محمد، از شاگردان محمد، از اصحاب محمد پیروی کنند، و نفرین خدا بر اونهایی باد که به جای نیک پیروی کردن و ستودن اونها به اونها فحاشی میکنند. چند نفری از اهل بیت را خدا کرده اند، معصوم کرده اند، صفات خدایی داده اند و تا دسترنج محمد را در ظرف 20 سال به بعد استهزا بگیرند. و ما از خداوند میخواهیم که ما را سبب بیداری این خواب رفتگان بگرداند، و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حق جویان و مصطفیان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعاتی را که انشاءالله در خدمتون خواهم بود، آنچه را که مورد رضای اوست، آنچه را که برای اصلاح عقیده و قلوب و افکار و اعمال و خانواده و جامعه من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و بین من شما رد و بدل نماید، و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را، شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی، به درستی، به نیکی
میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امن والوه رسیدیم به آیه شریفه 136 از سوره انعام. تلاوت آیه رو بشنویم و بعد از اون انشاءالله تفسیرش را تلاوتش را با تلاوت دکتر سعود شنیم امام حرم مکی انشاءالله. باز مشکل هستش اینجا. خب در تلاوتش مثل که مشکل هست، علتش چیه من نمیدونم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. زن آمو رویدنی های خاک نصیبی نهادن بر رب پاک. بگفتند بر زعم خود این چنین که سهم خداوند باشد همین. جدا گشت سهم شریکان او، صحیح است تقسیم و باشد نکو. پس آن سهم کان بود مال بتان، نبودی بریزد نصیبی از آن. ولی از آن چه بودی از آن خدا، نمودند بهر شریکان پدا. براندند حکمی که اندر مقام، همه زاده جهل بودی تمام. حکم بشری حکم جهالته، حکم نادانیه، بخصوص در مورد دین و آیین. وجعوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. اینجا نمونهایی از قانونگذاری و تشریع زیانبار دوران جاهلیت و که امروز هم تکرار میشه نشون میده که تصورات اونها، تقالیدشون، اعرافشون در به اصطلاح وقف نمودن زمین یا حیوانات چگونه بود. در صورتی که خداوند خالق کشتزار و حیوانات و همه چیزه، هیچ کسی غیر از خداوند در زمین و آسمان کسی روزی نمیده. بعد از اینکه اینو ذکر میکنه که چطور اونها به آنچه که خداوندشون رزق میده تصرف میکنن، یک پاره رو برای خدا میذارند، یک پاره رو برای بت‌هاشون. امروز جای بت‌ها رو قبرها گرفته،
وطبيعي پردداران بت بود که این قسم بزرگتر به شما میرسید، همچون که امروز روحانیت بت پرست مده تشیعه که از قبرها بیشترین استفاده مادی رو و غیر مادی رو میکنه. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه از فقهای آل بیت عبدالله ابن عباس میفرماید که اگر جزی از طعام و یا گندم و یا کشتزار و محصولات و یعنی داخل میکردن، یک میچیدن جزی رو برای خدا میذاشتن، یه سهمش رو برای آلهه خودشون، اگه باد میومد اون جزی رو که برای آلهه شونه به جز دوم منتقل میکرد مثلا، اینا بازش میگردوندن. ولی اگه برعکس میشد نه، یعنی بیشتری حکم همیشه به بت‌هاش میدادن. امروز هم میبینیم که امام در مذهب زاله تشیع از خدا مهمتره. امام که بجای خودش ولی فقیه میتونه حکم خدا رو تعطیل کنه. خمینی سی که به ظاهر تشیع در ولایت فقیهش میگه که احکام اولی اسلام ولی فقیه میتونه تغییر بده، چه مونده از اسلام؟ از مجاهد روایته که جزی از کشتزارها رو برای خدا میذاشتن، جزی رو برای بوتهاشون. باز همین موضوع پیش میامد، وقتی که بعد مثلا یا جزی از اون که مال بوتهاش رو به طرف قسمت دوم میرفت، میگفتن خداوند به این نیازی نداره. باز چربیدن همیشه به طرف بوتهاشون بود، بلکه خودشون نفع میبردن. و قطاده همچین روایتی نقل میکنه، اگه دوچار خوشسالی میشدن به اون قسمتی که برای خدا گذاشته بودن، یعنی در واقع مال فقرا، اونو میخوردن، اونی که برای بوتا بود اونو نگه میداشتن. و میگفتن خدا نیازی نداره. ابن جریر هم همچین روایتی رو میاره، سا ما احکمون، خداوند میگه چه بد حکمی انجام میدن که با هوا و هوس خودشون حلال و حرام میکنن. امروز هم همین هوا و هوس رو پیش مراجع شیعه به خوبی میبینیم. قبر پرستی را که دین اسلام به طور کلی برچیده، این آمدن در قالب آل بیت دوباره رایج کردن. همه اینها خبر از جهالت و ضلالت، خبر از دوری حق از حق. این همون چیزی که شیطان های انس و جن به دوستانشون به رفقاشون وحی میکنن تا با مؤمنان جدال کنن، در تحلیل، در تحریم، در کشاورزی، در مار. مصلحت شیطان هم در این آیه واضحه که چرا این چیزها رو برای دوستان خود مزین میکنن. مصلحت شیطان های جنی، اما مصلحت شیطان های انسی که عبارت از روحانیت و پردداران بوتا باشن، اینکه مقلد بتراشن، اینکه مردم رو به نام همین بوتا، همین قبرها، همین مقامات بفریبند و جیبشون رو خالی کنن، و اون چی از عقاید باطل و فاسد را که در ذهنشونه از خلال این بوتا، از خلال این قبرها، از خلال این مقامات رایش کنن. ولذا میبینین میلیون ها انسان بدبخت و پاپیاده میکشن سر این قبر و اون قبر. و علاوه بر اینا مصلحت مادی دارن، در تزیین عبادت های جاهلی مصلحت مادی دارن. و اون چر که برای امام ها ریخته میشه یا برای بت ها ریخته میشه یا برای براخره، نه اینا رو کی برمیداره؟ مگه نیست که آخونده برمیدارن؟ پس نه این است و نه آن است، شیره نه آن است.
این مصلحت شیطانهای انسی، شیطانهای معممی که در لباس ادیان متعدد یا غیر معمم مردم رو میفریبند. اما مصلحت شیطانهای جنی چیه؟ این که مردم رو اغوا میکنند، بنی آدم رو وسوسه میکنند تا زندگیشون رو فاسد کنند، دینشون رو فاسد کنند و اونها رو برای نابودی دنیا و آخرت سوق بدن. این شکل از اشکال جاهلیت درست که در جاهلیت عرب رخ میداد، لیکن در همه تمدن‌های قدیم، یونان، ایران، روم، الان در هند، در آسیا، در افریقا، در ژاپن، در جنوب شرق آسیا رخ میده. همه اینها یک تصور از تصرف در ماله که چطور اهل جاهلیت با مالی که خداوند خلق کرده و به شما میده تصرف میکنن. و شرک وجه مشترک همه این گمراهی هاست. گمراهی چیه؟ زلالت چیه؟ جاهلیت چیه؟ هر حکمی که، هر امری که، هر مالی که بدون امر خداوند، بدون شرع خداوند درش تصرف بشه، دیگه بعد از اون اشکال متفاوت باشه مهم نیست. چی میخواد اسم رام رام بگیره، چی اسم بت پرستی بگیره، چی اسم کنفوسیوس بگیره، چی اسم تشیع بگیره، ما ایناش مهم نیست. هر اون چرا خدا نگفته و با دبل استانداردی، با اشکال متعدد انسان حکم بکنه، همینه. هر جایی که عدالت نباشه اونجا ظلمه و خداوند ظلم دوست نداره. خداوند در این آیه نمونه ای از تناقضات اهل شرک و اهل کفر و بت پرستان و قبر پرستان رو به ما نشون میده که چرا اینها یک بام دو هوا بازی میکنن، احکامشون یکی نیست. ما میدونیم که در قرآن کریم خداوند بشر رو به دو قسم تقسیم کرده، مؤمن و غیر مؤمن، دوستان خدا و دشمنان خدا. مؤمنان دوستان خدا کسانی هستند که با خداوند قرارداد ایمانی بستند، شهادتین گفتند و این قراردادشونه با خداوند. منافقان اونایین که شهادتین رو ستا کردن، کم زیادش کردن، مثل مذهب زاله تشیع. مؤمنانی که دوستان خدا هستن، موحدان، بعد از این قرارداد به شرع خداوند منضبطن. نتیجه چیه؟ به خلق مقید به شرعن و به خلق خدا، مخلوقات خدا احسان میکنن و در دنیا و آخرت سعادتمندن. اما اونایی که دشمنان خدا هستن، دورند از خدا، مشرکان، گناهکاران، اینایی که از احکام خدا دورند، با دشمنی با خدا، با خلق خدا هم دشمنی میکنن، خونریزی به جهان راه میندازن، جنگ جهانی اول، دوم، الان، همه گرد خاکایی که میکنن و همه جا هم تشیع ابزار دستشونه و شقاوت دنیا و آخرت نصیبشونه. یکی از اشکال انحراف و فساد و تناقض و در قول و در فعلشون اینجا قرآن مثال میزنه که جعلوا لله مما ذرا، از اونجایی که خدا خلق کرده، ذرا یعنی خلق کرده، منتشر کرده، از کشتزار و از حیوانات. حرص کشتزار نباتات در جهان قدیم اولین ثروت کشاورزی بود و مال عصب زندگیه. این مالو مشرکان جزیشو برای خدا میدونستن، جزیشو برای بت ها. شما الان در شرکستان مشهد نگاه کنید، بزرگترین واحد اقتصادی به قبر مرتبطه. قبری که اصلا چه ارز کنم،
صاحب عقاب راسا خبر نداره. حتی وقتی که ولی عهد بودم با تواضع زندگی میکرد، خانه طلایی نداشت. به زعم اونها که این مال رو به هوای خود تصرف میکردن، نه به دستور دین، به زعمشون اون چی که مال خداست برای فقرا و مساکینه، اون چی که مال شرکای خداست که بوتا باشن به زعمشون، اینا مال روحانیانشونن، مال پردهداران شرک و بدعت و قبر و گنبد و بارگاه، کسانی که این بناها رو اداره میکنند، کسانی که بتخانه ها رو اداره میکنند، کسانی که قبرها رو اداره میکنند، کسانی که این بتخانه ها رو زیارت میکنند، از خادمان و پردهداران و زائران و ولذا اموالشون رو تقسیم میکردن به دو قسمت، یک قسمت برای خدا، یک قسمت برای بتها، برای شریکان خدا، برای امام ها به اصطلاح. اینو شیعه اومده بدترین شکلی که در تاریخ بشر سابقه نداره، حتی در نزد فرعون دینیش کرده که آقا این سهم امامه. چرا آقا؟ مگه مردم بدهکار به امام هن؟ چرا سهم امامه؟ این امام چه گولی به سر زده؟ رفته تو چاه پوسیده مردم باید تو در تاریخ بهش پول بدن؟ یه خیابون درست کرده؟ یه درخت کاشته؟ یه بچه مدرسه که یه گل میکاره از این امام زمان هپروتی مفیدتره؟ مرزا تشیع و ایرانگرترین مذهب در تاریخ بشره، خونریزیاش به جا خودش. و جعلوا لله مما ذرع من الحرث، از نباتات، از کشاورزی، از همه اینها یه مقدارشو برای خدا میذاشتند، یه مقدارشو جعلو، یعنی خودشون شرک کردن. این جعلو همونه که شیعه ازش امامت به زور میتراشه. و اموالی رو که از راه کشاورزی یا از راه دامداری به دست می آوردن، و اون موقع بهترین مال یا دامداری بود یا کشاورزی، اونی که برای خدا بود به فقرا و مساکی می رسید. زکات مثلا امروز بر فقراه، اما شیعه دید نه، فقرا به درد ما چی میخوره، اومد اون خمس رو تراشید تا حدی که اصلا امروز شیعه تصور نمیکنه که خمس یک بدعت گمراه کننده. این بر امامه، بر امامی که نماینده چهار تا آخوند دوزه. پس اونا اون چرا که بر خدا بود به فقرا میدادن، اون چرا که مال بت ها بود به خادمان بت ها میدادن، به روحانیت مزور. الان نگاه کنید، فما کان لشرکائه فلا یسرو الی الله، اون چی که برای شریکانشون بود، خدا می بت ها رو شریکان خدا می نامه به زعم اونها، همین کاری که با ائمه کردن، ائمه علیهم السلام، که روحشون از این کارا بیزاره. و ما کان لله فهو یسرو لشرکائهم، اما اون چی مال خدای به شریکانشون میرسه. چطور؟ واسه این زمینی میذاشتن بر فقرا و مساکین، یه زمین بر بوتا. خب اگر بارون نمی اومد، کم می اومد، آب کم می شد، اون زمینی که مال خدا بود آبش نمی دادن، اون زمینی که مال بوتا بود بهش آب می دادن. یعنی بوت مهمتره. چرا؟ چون پولش به جیب خودش می رسه. امروز هم در نزد شیعه امام از خدا و غیر خدا مهمتره، نعوذ بالله. عملاً و اگر یه حیوانی که وقف بت‌هاشون بود میمرد، از اون چی که مال خدا بود میگرفتن میدادن به بت‌هاشون، اینا همه تناقضات و جاهلیت هاییست که در اون موقع و الان هم ادامه داره انجام میشد. اصل اینه که اموال برای شرکاشونه، نه برای خداوند. خب امروز این چطوریه؟ غیر از تشیع در نظم و ساب اونها،
يا إنسان يرمي بريد وام داره وامي كسي بش نمیده اي وام بار نمیگردن وام مرده ايه خب تاجر بزرگ چندی نفر وام داده وام رو بار نمیگردونه اونا غنی هستند که بر نمیگردونه این چیکار میکنه میاد این وامی که بر مرده برگشتنی هم نیست اینو به زکات حساب میکنه شد زکات چی به جای که به فقرا برسه به خودش رسیده به جای که حلی برای مشکل فقرا باشه شده حل برای مشکل خودش این یک این همه تحایل در دینه خداوند بنی اسرائیل لعنت کرده به خاطر این هیلگری ها همه هیلگری ها در تشیع دین شده یه موقع میبینی یک کالا رو آوردن بازار کاسده نمیخره کسی چکار میکنه؟ اینو به جای زکات پخش میکنه یه لباسی کسی نمیخردش به درد فقیرم نمیخوره مال ثروتمندان لباس رسواییه نیاز به کسی نمیخره مدلش تمام شده میاد اینو به جای زکات به فقرا میده اینا نه شبیه اینه شبیه اعمال جاهلیته و به جای که زکات حلی باشه برای مشکل فقرای مسلمان شده حلی برای مشکل تجارتشون صناعتشون میخواد یه کارمند رو تشویق کنه از زکات بهش میده آقا این کارمند پیشت کار میکنه این حقوق نیاز داره پول تشویقی نیاز داره نمیدونم با زکات اون نباید زکات به این بدی زکات به فقرا بدی به جای اینکه به خدا برسه به فقرا برسه شد حل مشکل خود تاجر در واقع از یه جیب میگیره به جیب دیگه میذاره در صورتی که خداوند میفرماید و آت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآت الزكاة از خمس خبری نیست از خمس دروغین دزدان مده تشیع خبری نیست و از مراجع مده تشیع زندیق هایی که بزرگترین دزدان تاریخ هم اگه مرد ند بیاین یه تلویزیون در باره خمس ما هم دیگه مناظره کنن باشون لات لوتا رو نفرستن خودشون بیان که هرگز نمیان اینا جز در زیر سایه شلاق حاضر مناظره نیستن مثل شلاق نادرشاهی که بعدم ترورش کردن و آت المال علی حبی مالو با وجودی که دوست داره به خیشان میده به ایتام میده به مسکین ها میده به کسی که در راه مونده مسافر کسی که سوال میکنه نیازمنده برده رو آزاد میکنه امروز زندانی رو آزاد کردن جای برده آزاد کردنه و اقام الصلاح صفات مؤمنین میگه نماز رو به پا میداره نه اینکه پنج وقت و سه وقت میکنه فاکتور میگیره ازش این شیعه همه جا با دین بازی کرده هر کی میخواد با دین بازی کنه بره شیعه بشه من این به این که این یارو مشیری و مشیری ها اینا رو به شما گفتم شما بری یه امامی شیعه به سر بذاری اینجوری با دین بازی کنی اما بیا با روشن فکر بازی با دین بازی کنید این دین خیلی قوی تر از اینه که شما بتونی خرابش کنید میتونی چهار نفر رو فریب بدید همچنان که آخون چهار نفر رو فریب داده و قام الصلاة و آت الزکات نماز رو به پا میداره پنج وقت نماز میکنه همچنان که پیغمبر خونده همچنان که اهل بیت خوندن همچنان که علی خونده همچنان که صحابه خوندن و آت الزکات زکات میده یعنی این مال دادنش در راه دوستی خداونده یا یعنی که مالو با وجود که دوست داره با اخلاص شدید زکات با انسان کیه که مالو دوست نداشته باشه لیکن خرج میکنه ولی در بعضی حدیث اومده که امام ترمذی نقلش میکنه از فاطمه بنت خیس ان فی المال حقا سوى الزکات کسی که زکات و مال بده این دیگه بخیل نیست اما در مال یه حقی هست غیر از زکات زکاتی که فریضه مشکلات زیادی رو مسلمان حل میکنه
در بعضی از بررسی ها و تحقیق ها ثابت شده که زکات اموال اغنیای مسلمان میتونه مشکلات کره زمین رو حل کنه، بلکه نظام زکات از پیش خداونده. در هر 40 سال مال عوض میشه، دست به دست میشه. شما که درآمد یک کشور حساب کنید، بعد حق فقرا رو بهش بدید، فقیری نمیمونه. یا پروژه های انسان اجرا کنه که فقیرها رو از سوال کردن باز داره، بهشون کار بده. از بزرگترین هدف زکات چیه؟ اینه که فقیر دست دراز نکنه برای خرج روزانهش. هدف زکات اینه که فقیر یا در طول سال یا مادام العمر بی نیاز بشه. این بعد از بلکه بهش کار میدید، بعد از اینکه زکات گیرنده بود خودش زکات میده. هدف زکات اینه. مثلا یه انسان محسن بود، یه شخصی ازش قرض خواست، با این قرضی که گرفت اومد یه دوچرخه خرید، یک کیسه پلاستیکی رو در روستا پخش میکرد، همینجوری میخرید میفروخت. بعد از مدت این خود این آقای تا دیروز قرض میکرد خودش زکات میداد. پس وظیفه زکات اینه که فقیر رو به مدت 1 سال یا به مدت عمرش از سوال کردن بی نیاز کنه، با ایجاد عمل، با ایجاد کار. و یعنی بعد از اینکه خودش زکات گیرنده، زکات دهنده میشه. هدف از زکات این نیست که مشکلات اقتصادی خود تاجر حل بشه. وام های مرده که باز نمیگرده از زکات حساب کنه. یا یک کالای رو شما میخرید، وقتی میخوای بفروشیدش زکات بدید، باید بر حسب قیمت بازار باشه یا قیمت خرید. هر کدوم بیشتر به نفع فقراست. و بعضی چکار میکنن؟ فایده بانکی رو میگیرن به جای زکات میدن، در صورتی که فایده بانکی اساسا حرامه. پول گذاشتن در بانک ربوی اساسا حرامه. یا اگر زکات نمیده چکار میکنه؟ اینا همش حیلهای شرعیه، نادرسته. میاد از این مال حرام میگه آقا مالیات که درست نیست، اینو جای مالیات میده. یعنی چی؟ یعنی در واقع خودش گرفته، خودش سود برده. و این کارها همه نادرسته. اگه انسان فقه نخونه، به دروس علم نشینه، بره بازار کار کنه، 100% به اعمال ربوی دوچار میشه. وقتی که انسان منصف باشه، به دین خدا آگاه باشه، پیش خداوند ترقی میکنه. اگر نه از چشم خدا میفته. اگر بخواید در زندگیتون موفق بشید، روزی چند ساعت از وقتتون رو به برنامه های توحیدی اختصاص بدید و دینتون رو بشناسید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.